شما خوش عزیزان بیننده رسیدیم به این قراری که هر هفته داریم در یک شنبه شبها این نکته رو بهتون بگم. 3021-19 هم در خدمت شما هست برای اینکه سوالهاتون رو بپرسین و رئیس محترم هیئت مدیره آراد برندینگ مهندس شعبانی عزیز پاسخ بدن خدمت شما. پس یک بار مرتبه دیگه تکرار میکنم، 3021-19 در خدمت شما بزرگواران. مهندس جان سلام. سلام، عرض ادب. خیلی خوش اومدید. خدا قوت به شما. بزرگ باید. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه آرادی های عزیز. عذرخواهی میکنم بابت چند دقیقه تاخیر، من واقعا یه رو به شیش حتی زودتر 5:35 دقیقه تهران را افتادم که برسم باید. ولی بازم تاخیر شد. عذرخواهی میکنیم. خیلی هم خوش، امیدوارم جلسه خوبی بشه. سلامت بشین بزرگوارین. ما قرار رو برای این گذاشتیم که مردم عزیز پیامهاشون رو بدن تا اینکه می نویسن و بر ما ارسال میکنن، ما در خدمت شما هستیم. و یک مبحثی هم که بخواستم باز کنم و بگم، بهتر کلام هم رو کوتاه کنم، شما بفرمایید. من یه توضیح میدم تا دوستان پیمکاشون رو میزنن و به پیمکاشون پاسخ میدیم. ببینید، ما این روزها یه بحثی داریم در مورد جهانی شدن، گرفتن تمام جهان، پوشش دادنش. تو ادبیات های من مخصوصا بیشتر میبینید، مثلا گما بالقوه این اتفاقات برامون میفته، میتونی به این نقاط برسیم. خب من یه چیزایی رو میبینم، لمسشون میکنم، بقیه دوستان تو آراد از من میشنون. فرقه بین شنیدن با دیدن، فرقه. یه ذره توضیح میدم، یه ذره بیشتر باز میکنم. فکر کنم من هرچی در مورد اینا صحبت بکنم، هرچی توضیح بدم، بازم خیلی جاهاش گنگ میمونه، به خصوص که من مثلا استاد تالیا خوب نمیشکافم، خوب توضیح نمیدم، طولانی توضیح نمیدم. ولی بذارید امشب در موردش یه ذره صحبت کنیم تا پیمکا بیاد و جواب پیمکا رو میدیم. ما میگیم آقا ما قرار است فتح جهانی انجام بدیم، ما قرار است بالقوه تمام اقتصاد دستمون باشه، قرار تو اقتصاد خیلی کارهای بزرگ بکنیم، قرار مثل سیل بیایم همه اقتصاد رو ببریم، قراره به تولید کشورمون کمک بکنیم. خیلی از این قرارها رو خود ما در موردش داریم صحبت میکنیم و تو کلاممون هستش. چرا این حرف رو میزنیم؟ از کجا این حرف رو میاریم؟ ببین، تجارت 3 تا اصل داره. اصل اول دسترس پذیری، اصل دوم اعتماد و اصل سوم قیمت. هر کسی که این 3 تا اصل رو داشته باشه و بتونه اون رو خوب انجامش بده، پیادش بکنه، اجراش بکنه، میتونه نتیجه بگیره، میتونه به موفقیت برسه، میتونه بگه مسیرم درست. میخوام این 3 تا اصل رو تو آراد یه ذره بررسیش کنم، بعد بگیم که آقا پس ما میتوانیم یا نمیتوانیم. بس اول دسترس پذیری بود. تو دسترس پذیری چود من سرفه کردم نمیدونم. تو دسترس پذیری ما بیاییم بررسی میکنیم که آیا ما در دسترس هستیم یا نه. اولا ما خیلی زیادیم. ببین، وقتی بهت میگم ما خیلی زیادیم، امروز یه جلسه رفتم با یه دوستی، 25 ساله، رئیس فلانجاست، مشاور فلانجاست، عضو فلانجاست. این فلاناشو ولش کن چون دولتی خیلی برود نمیکنم. اقتصاد ما با فلان کشور که بود یه سهولوش مثلا 20 میلیون دلار شده 200 میلیون دلار، توی یه قراردادیه که اینا انجامش میدن. ایکسمون هرچی اکس داره بغل اینه، کاری ندارم، ازش رد میشه. داشتی با هم صحبت میکردیم، گفتم ما 900 تا آدمیم، تقریبا به هر زبانی که دلمون بخواد صحبت میکنیم، زبانهای رسمی سازمان ملل رو که کامل داریم، بچه محلهای سازمان ملل هم تازه داریم. و 900 تامون، 900 تا توهین به هیچ صنفی نمی کنم اشتباه نکنید، 900 تا کارگر خط تولید نیستن. کارگر خط تولید یه نوار نقاله به قول عین‌نصرالله میره، یه مسیری، یه ماشینی کار میکنه و اینها اگر عوض بشن هیچ اتفاقی نمیفته. ظرف یک روز، نهایتاً 3 روز تو کارش متخصص میشه. ولی ما 900 تا آدم متخصص داریم. ببین، امشب شما یه جلسه ای رفتید، من تو جاده نگاه میکردم، بچه های انتشار و محتوا اینا رو خورده بودید، سجاد دارابی و بچه های دیگه، خیلی خوب انکر توضیح میدادن، قشنگ مشخص بود هیچ کنون از حرفاشون رو نمیفهمیدی،
ازشون سوال میپرسیم آ راست اینو گفتید به من خیلی خوب بود، یعنی تقریبا 80 درصد حرفاشو نفهمیدی و جلسه خیلی خوبی بود. ببین ما مثلا 20 25 تا متخصص اونجا داریم، شما تو رسانه متخصصی، ببین تو خیلی خوب استارت میزنی، خیلی خوب تموم میکنی، از 99 درصد مجریای تلویزیون قوی تری. درست شد؟ زنده باش. اصلا تو شکی نیست، من باهات خیلی شوخی میکنم، ولی متخصصی. من خودم یکی دوبار بهم گفتی مهندس فیلمو اینجوری بگیریم، دقیقا این واژه اینه، تحویل تو متخصصی، من نیستم. ما 900 تا متخصص داریم. بله. آقا ما تو مذاکراتمون مثلا جواد قاسمی رو داریم، محسن جعبایی رو داریم، رضایی رو داریم، ایکس ایگرگ و زد رو داریم، همشون آدم‌های به درد بخوریان. به درد بخورم متخصصن یعنی چی؟ من جواد قاسمی رو فرستم جلسه با یه عزیزی، فردا نه پس فردا احتمالاً میاد روبروی شما میشینه. امید به خدا انشالله. و جواد میره یه جلسه خیلی خوب برای من برگزار میکنه، میاد خیلی خوب. پس ما تو دسترسیم با آدم‌های زیاد و آدم‌های توانمندمون. ما الان به همه زبون‌ها صحبت می‌کنیم، ما الان داریم با همه کشورها ارتباط می‌گیریم. به قول حسینی شرق و غرب آفریقا رو رفتیم، یه دست بریم شمالش یه دور بزنیم، آفریقا رو تقریبا شخم زدیم. میریم امروز قاره بعدیمون رو شروع کردیم، فکر کنم تو خبر فردا کار میکنیم دیگه، رفتیم اتحادیه اروپا. بله فردا با خبر اتحادیه اروپا میایم تو بازی، رفتیم سراغ قاره بعدی، یعنی با بچه‌هاش آقا یه ذره سفید هم بهمون بدید، فردا ما با سفیدا میایم تو بازی. تا اینجا درست؟ بله. سفیدها رو هم دعوت کردیم، اونها هم استقبال کردن، حالا توضیح میدم جلوتر. پس ما تو دسترسی، شرط اولش رو داشتیم، تو دسترسی من نظر مکانی همه جای جهان، تو دسترسی من نظر محصولی. ببین قشنگ الان هر کی هر چی دلش میخواد میتونه به من زنگ بزنه. یه مثال زدم، گفتم مثال بدیه ولی واقعیته، به من زنگ زدن کیسه حمل جنازه، گفتم یه ساعت وقت بدید بهتون میدم. زنگ زدم تامین، گفتن آقا سایزش اینه، ابعادش اینه، با این قیمت دوخته میشه، این قیمت ما تحویل مشخص میکنیم. کیسه حمل جنازه هم داریم، به ما میگن اوره، میگیم باشه اوره، این تحویل فلانجا، اوره کرمانشاه، اوره فلانجا، به ما بگن صندلی، بگن مبل، برامون فرقی نمیکنه. پس ما تو دسترسیم تو همه محصولات، تو دسترسیم تو همه لوکیشن ها، تو همه کشورها، تو همه زبان ها. پس شرط اول تجارت رو داشتیم، توش هیچ بحثی نداریم، کسی نمیتونه به ما حرفی بزنه. میگم هر کسی که میگه وجود داره بذاره رو میز، من مشکلی باهاش ندارم. شرط دوم اعتماد. اعتماد رو بیا دو بخشش کنیم، اعتبار اعتماد. بیارزه به این حرفا اعتبار شخصیتش کارکترش رو داشته باشه و بعد بشه اعتماد کرد. درست شد؟ بیا در مورد اعتبار صحبت کنیم. ببین ما چون آدم های صبوری هستیم، یه جلسه رفتم یه کسی یه محصولی بهش قیمت داده بودیم 1.2 دلار. درست. گفت کیفیتش اینه، بسته بندیشو عوض کنید. گفتم 1.4. گفت تو جلسه قبل مهندس گفتین 1.2. گفتم تو این جلسه حرفتو عوض کردی، گفتی بسته بندیشو این بکنید. ببین تو ایران، تو چین، تو ایران وقتی شما میری کارخونه میگی فلان، میگم باشه، میگه قیمتشو این بکن، میگه باشه. چرا میگه باشه؟ چون میگه تو کیفیت دست میبرم. ما متاسفانه این وضعیتو داریم تو اقتصادمون. خود ما با یکی کار کردیم، سمپل ازش گرفتیم، سمپل پودر صابون، سمپل سفید رنگ بود، بار زرد رنگ بود. میگم آقا اصلا ولش کن آنالیز و همه اینا رو بریزیم دور، چشمی فرق میکنه. نه این بهتره. آقا چشمی نکن، چشمی پولو ولش کن، آنالیزم ولش کن، آزمایش کنم ولش کن، چشمی فرق میکنه. ما چند کانتینر بار دادیم یه کشوری، دو پالتش مشکل داشت. متاسفانه اینجا ایرانه و این اتفاقات میفته، ولی ما این کارو نمیکنیم. یعنی من خودم با تمام بچه‌هام بستم، میگم اگر کسی بهتون گفت ارزان‌تر از یه جدیه میگیرم و شما یقین دارید دلیل ارزونی این است که کیفیت با ما نمیخونه، بذارید بره، بره بخره برگرده. چون ما خیلی هستیم،
ما قرار سالها کار بکنیم. بزن در رو نه منم نه شماهایی، نه آدم بزن در رو میشینه آموزش میده برای 10 سال بعد. امشب خواهم محمدی رو آورده بودید دیگه، داشت میگفت تو همایش تبریز، همایش تبریز فکر میکنم مال 95 یا 96، 95 95 مال اون دوره هاست. به اون دوره وقتی من میام به یکی مثل خواهم محمدی یا استاد تالیا به یکی مثل خواهم محمدی میگه صبوری کن، یعنی میدونه یه 5 سال بعدی هم وجود داره، یه 6 سال بعدی هم وجود داره. روشنا فرزندش میگه 2.5 سالش بود، روشنا الان بزرگ شده میدوه تو سالن، فکر کنم الان 7-8 سالش هستش دیگه. پس ما میدونیم یه روزی روشناها فرزندان ما هم کار خواهند کرد. پس یه کاری میکنیم هیچکی تو بک‌گراند ذهنیش نگه آقا فلانجا بار من با حرفتون نه من با شما دیگه کار نمی کنم. ما حتما پایدار سیستممون، درست شد؟ پس اعتبار و اعتماد رو سیستممون داره، چون عجله نداره، چون امکانات داره و عجله هم نداره. بحث سوم قیمت. ببین تو قیمت، خب دوتا شرط اولمون باعث میشه قیمتمون خوب باشه. وقتی من زیادم، معتبرم، زیاد کار میکنم، قیمت کارخونم برام خوب میشه. امروز نشه 2 ماه بعد میشه. یه جلسه رفتیم با روزها، یه کارشناس فنی، یه مدیر کارخونه ای رو آوردم، امیدوارم اینا پخش سنده های ما رو نگاه نکنن. آوردیمش نشست اینجا، سلام من فلانی هستم، شرکت فلان، همکار شرکت آراد برندینگ. حالا ما دو تا از بچه‌مون تو جلسه ویدیو کال بود. این یکی رفت بزنه اونو نصفش کنه، اینا بچه‌ها آروم باشید، چی نیستش، مسئله خاصی نیست، بذارید فکر کنه داره دور میزنه، ما صبوریم. یه ذره رفتیم جلو، درخواستاشون که اومد، بعد ما 3 تا درخواست دیگه‌مون هم بعدش گذاشتیم رو میز. بهش گفت ببین آقای مهندس، من یه خاصه‌ای دارم، لطفا ما آنالیز ها رو به شما میدیم، هیچ چیزی با سربرگ ما نره، همش با سربرگ آراد باشه. تو که نشستی اولش یه چیز دیگه گفتی. بابا این نشست گفت من اینجام بپیچم، من 3 تا دیگه کارخونه دارم، 3 محصول دیگه، بیام بشینم در مورد اینا. به من گفت باز 1.5 ساعت وقت به ما میدید تو این مرکز تجارت جهانی خودمون. گفتم که باش بگو. گفت من کارخونه فلان جا تو ارومیه دارم، تو این، تو بندرعباس کارخونه فلانو دارم، تو این، به جز این محصولاتی که از ما خواهید. گفتم ببین با انتظام صحبت کن، من انسان در مورد این محصولات صحبت، خودش میاد محصولاتش رو ارائه میکنه، خودش میاد محصولاتش رو در اختیار ما میذاره. پس ما قطعا از نظر قیمت هم شرایطمون رقابتی خواهد شد، به خصوص که ما فقط باز تأمینمون ایران نیست. ببین من وقتی میرم با، امروز داشتم با سفیر کرواسی صحبت میکردم، یه جایی بهش گفتیم که ما محصولاتمون اینجوری، گفتش خب برای دور زدن تحریما چی کار میکنید؟ گفتیم ما از شرکت هند استفاده میکنیم و این توضیحات. بعد خیلی رو محصول ما بود، یه لحظه بسید ما بسید استوب بزن درف و استوب زد. گفتم ببینید یه لحظه بایستید، ما یکی از مهمترین کارهایی که برای شما میکنیم اینه که محصولات شما رو براشون بازارهای جدید و شرایط جدید ایجاد میکنیم و اونها رو در اختیار تمام مردم جهان میذاریم. ما امروز با 90 کشور در حال مذاکره ایم، پس محصولات شما را هم میتونیم ارائه بدیم. در نتیجه ما قدرت تامینمون دیگه خیلی میره بالا. الان به ما میگن زغال سنگ، به هر کی تو ایران بگن زغال سنگ میگه زغال سنگ ایران دیگه. من افغانستانو دارم، روسیه رو هم دارم، میگم به اگه آنالیز بدید کجا تحویل میخواید با چه شرایطی. پس شرایط قیمتیمون هم حتما ایده‌آله. پس ما پیش شرط های لازم برای یه تجارت موفق رو داریم، این توش شکی نیستش و ما این کار رو حتما انجام میدیم. بریم یه وله آب من بخورم. بله خواهش میکنم. یه 2 دقیقه ما استراحت بدید. بفرمایید عزیزان.
در خدمت شما عزیزان هستیم. یک مرتبه دیگه هم اشاره بکنم که 3021-19 در خدمت شما بزرگواران هست که سوالاتتون رو از رئیس هیئت مدیره آراد برندینگ مهندس شعبانی عزیز بپرسید. مهندسون در خدمتیم. ادامه داشتم توضیح میدادم. پس ما ظرفیت‌های لازم برای جهانی شدن رو داریم. حالا یه سری آپشن‌های دیگه هم داریم که وقتی اینا رو به اون اولی‌ها اضافه می‌کنید به نتیجه می‌رسید که می‌شوند. ببین تو تجارت دو حالت وجود داره. یا ما باید بریم برای یه محصول، این تجارت داره انجام میشه دیگه، یا باید بریم برای یه محصولی بجنگیم، درسته، بریم رقابت کنیم، بریم مزیت رقابتی رو کنیم، بریم کارامون رو انجام بدیم و مشتری به سمت خودمون بیاریم، یا باید انقدر قوی باشیم که اصلا به رقابت نرسه و مخاطبمون، رقیبمون صحنه رو خالی کنه. دیدین توی یه سری مثلا فیلم ها یه گروه زیادی که میان اصلا بدون جنگ تسلیم میشن. ما که میریم به این سمت که با خیلی از دوستان به روشی که آقا بیا بدون جنگ و خونریزی تحویل بده برو، به این روش جمعش کنیم، ولی ما یکی از این دوتا کار رو انجام میدیم. یعنی اگر خواست رقابت کنه، یه دوستی سر به سر یه سری از مشتری ما گذاشته بود، اول استعلام گرفتم که تو تیم ماست یا تو تیم ما نیست، کارمندمون نیست، تاجرمون هم نیستش، دوست ماست. اول زنگ زدم به اون روابط مون، اما این با ماست یا بدون ماست؟ گفتن نه با ما نیست. اه بچه ها استراتژی، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، بزنیدش یه جوری بزنیدم بلند نشه، مثلا سراغ تجارت دیگه نیاد. پس این کارو انجامش میدیم، یا میجنگیم یا خودشون به ما تحویل میدن، دستشون درد نکنه ما هم دعاشون میکنیم و کارامون رو پیش میبریم. یه چیز یادت باشه تحویل دار، ما یعنی من علیرضا شعبانی وقتی میرم صحبت میکنم رو 4 تا استدلال خیلی مانو میدم، رو چند تا استدلال خیلی مانو میدم که هر کسی میتونه رو اینها مانو بده، هر کسی میتونه از این ظرفیت ها استفاده بکنه، ولی بعضا دوستان استفاده نمیکنن. چرا استفاده نمیکنن؟ ببین یه استدلال های تو کشور ما جا افتاده. یه جمله مرسوم، شاگرد مکانیک همیشه شاگرد نمیمونه. نه، اوستا میشه. میاد خودش یه روزی مغازه میزنه. میگن شاگرد بنا همیشه شاگرد. اصلا ما تعریف داریم، اوستای بنا شاگرد، اوستا مکانیک شاگرد مکانیک. اوستاهای امروز شاگردهای دیروزن که مثلا 2 سال فقط جارو زدن. اوستاها مواظبن، به اینها زود کار یاد نمیدن چون میگن میرن. آرادی هم که با ما شروع کرده تاجر ماست، ممکنه مال کف جامعه باشه. تو کف جامعه چی میگه؟ میگه من یه روزی از آراد جدا میشم، مگه قرار من همیشه شاگرد بمونم؟ منم میخوام یه روزی بزنم این بایو اینستاگرام هم، رضایی نشسته اینجا میگه بیونی بایوه، با یه اینستاگرام میخوام بزنم تاجر خود ساخته. بابا من میگم کسی رو داشتم که بهش آموزش میدادم که شما وقتی کت شلوار میپوشی جورابت باید تیره تر از شلوارت باشه، آموزش هم اینقدر پایه‌ای بوده، الان میزنه تاجر خود ساخته، دورم برای بقیه برگزار کنه، قربون شکل ماهش برگزار کنه، من چی کار دارم؟ بعضی از دوستان چون میدونن این میخوام بشن الان نمیگن ما یه من میگن 10 تا باخ میدن، ولی زیر ساختای خودشونو حفظ میکنن. این دوربینم یا اینی؟ کدومش؟ اینی. ببین عزیز دلم، شما هر چقدر تو ساختار شخصیت بزرگ شی، هیچ، واژه رو دقت کن، هیچ نسبت به آراد. بیا یکی از یه تیم بزرگ باش. لات کوچه خلوت بودن، مدیر عامل یه شرکت که فقط ثبت شده، نه پرسنل داره، نه مالیات پرداخت میکنه، نه سایزیه، هیچ جذابیتی نداره. از این کلمات مدیر بودن، خود ساخته بودن، کلا 5 نفر فالوت کنن 4 تاش فامیلات باشن، بیا کلا بیرون، فایده نداره. ما رو چی بحث میکنیم؟ ما تو هر جایی که میریم رو چیا بحث کنیم؟ بحث اولی که ما در موردش خیلی صحبت میکنیم همون دسترسی مونه. همه جای جهان، همه محصولات، ما حتما در مورد این صحبت میکنیم. اگر یه تاجر آرادی، اگر یه کارمند آراد
اگر هر کسی که با ما ارتباط داره به این خودباوری برسه، اونم هر جا بشینه میگه من همه محصولاتم، همه لوکیشن ها، هر محصولی که خواستید، هر جایی که خواستید، اینا رو بهتون میدم. پس اولین آپشن ما این نامحدود بودنمونه. حالا یه ذره جلوتر توضیح میدم که الان مثلا میگیم هر جای ایران، الان به تو همین امشب میگم هر جای جهان یعنی چی. درست. همین امشب اینو توضیح میدم. پس اولین آپشن اون اینه که ما هیچ محدودیتی، هیچ لیمیتری نداریم، نه رو محصول نه روی مکان. دو، سخت افزار داریم. ببین تحویل دار، الان من میخوام از یک بازدیدی گزارش خبری بگیرم. بله. خبرنگار دارم، به قول مهندس خوبانی خوشتیب خوشبیان، مهندس خوبانی شوختب علیه، و خیلی دوست داشتنی. درست شد؟ آقا شرکت دیگه نداره. یک دو سه تا دوربین الان روبروی منه، یه سری از دوربینامون هم که الان توی مرکز تجارت جهانیه. آقا 5 6 تا دوربین داریم، یه فیلم بعدان اونجا وایساده، یکی اونجا وایساده، 5 تا بچه‌ها پشتن صدا هماهنگ میکنن. آقا این امکانات، این امکانات رو همه جا ندارن. آقا ما سخت افزار داریم، سخت افزار منابع انسانی، سخت افزار مالی. فخر فروشی نمیکنم قربونتون، دارم میگم این اصلا سایز فخر فروشی نیست. آقا ما مرکز تجارت جهانی داریم، 7 تا 8 تا اتاق جلسه داره، میشه جلسه رفت اونجا. بله. درست شد؟ پس ما سخت افزار داریم، هیچ محدودیتی، هیچ مشکلی سر این مسائل نداریم و خیلی خوب میتونیم این کارا رو انجام بدیم. بحث بعدی، ما استراتژی داریم. ببین الان ما با توجه به همون منابع انسانی خوبی که داشتیم، با توجه به اینکه همه زبان‌ها رو بودیم، با توجه به سخت افزاری که داشتیم، الان اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم با توجه به اینکه هر کس از بچه‌ها یه زبانیه، می‌خوایم تقسیم کنیم. الان تو این هفته گزارش خبریشو اطلاعاتش میاد. ما یه مذاکره کنندمون رو می‌کنیم مسئول یک کشور، یه معاونم بهش میدیم. میایم استاناشو تقسیم می‌کنیم و در اختیار تاجران آرادی می‌ذاریم. اینجا یک کشور رو پوشش دادیم و این کشور توسط این منابع زیادمون کامل پوشش داده میشه. حالا منابع ما یه فرق عمده با منابع دیگران دارن. همه جا در کشور ما، در جهان حتی، یه نمایشگاه میزنن میشینن، یه دفتر میزنن میشینن، یه کارخونه میزنن میشینن. ما نمیشینیم. ببین ما کلن نمیشینیم که بیان، ما میریم. به ما دقیقا بهتون گفتم، فکر کنم یک دو هفته پیش شوخیشو کردم، گفتم سیاه بسه میخوایم سفید بریم. امروز کرواسی بودیم. آقا ما دو هفته پیش میدونستیم کرواسی میخواد بیاد. نه قربون شکلتون، ما رفتیم، ما خودمون خواستیم بریم، یه مشکلی پیش اومده بریم بیا. پس این چرا گفت بریم بیا؟ بریم بیا. داشتم حرف میزدم یه گفتم بریم بیا، برید بیا. تو یه اشاره به من میکردی، چرا مهندس میگی بریم بیاییم؟ بفهم. بله، اتفاق دیگه، برنامه زنده است و یه سری مشکلات و این هم. اگه بعدم فهمیدین چی شد جایزه میذارم. اگه تو کامنت فردا گذاشت کامنت جذاب، یکی بگه چی شد رفتیم اومدیم. یه تغییر توی چیز داشتیم. میخوای نگی؟ نه، یه تغییر توی خودمون داشتیم. هر کی فردا فهمید ما چرا رفتیم اومدیم، بذاریدش تو کامنت بعد. آره. من میتونم بزنم؟
یعنی نه من کلا رابطه‌ام با تو خوب نیست. آره ولش کن. پس ما یه فرق دیگه هم داشتیم. نکنید 4 تا آپشن داشتیم. اولا محصول و لوکیشنمون نامحدود. دوما سخت افزار داشتیم. سوما استراتژی داشتیم. استراتژی که میاد میگه آقا کشورها رو اینجوری تقسیم کنید، استاناشو اینجوری بدید، منابع انسانی دارید، ساختار آموزش دارید، 4 ساعت پخش زنده دارید، استاد وحید دارید، تحویلدار دارید، استاد تالیا دوست داشتنی رو دارید و و و و اینا رو داریم. آ این سخت افزار رو ما داریم، هیچ کم نداره. خدا رو شکر هیچ کس نداره. پس ما با این استراتژی هایی که داریم، این آپشن هایی که داریم، خیلی خوب میتونیم همه چیزو در بیاریم، کارو در بیاریم، ببریم و رشد بکنیم. اینا فرق ماست. بله. اینها چیزهایی که باعث میشه ما بگیم اون فتح جهانیمون شدنیه. اون فتح جهانی حتما بهش میرسیم. حالا 3 تا اصلو گفتم، 4 تا آپشنمونم آوردم. یا شما با من موافقید میگید هیچ کس ندارد، یا اصلا فرض میکنم دارد. سوال اینه کسانی که میشنون، بزرگان، الان واکنششون نسبت به حرفای ما چیه؟ آقا من پیش سفیر میرم، پیش این آقایی که گفتم به کجا به کجا به کجا وسته میرم، پیش من پیش یکی از بزرگان اقتصاد کشور رفتم، میدونید کیه نمیگم. آخرش بهش گفتیم که آقا دفتر ما بیا، گفت شما تاجرت خطرناکیت. به قول استاد وحید تاجر چه داری گلا بردار، یعنی چی؟ کی گفته من گلا بردارم؟ ولی نیومد پیش ما. میدونی چرا نیومد؟ چون ما همه چیز داشتیم. با خودش گفت این من برم پیش اینا میگم بعدن اینو خریدن. دوستی کردن با ما هم برای یه سری آدم ها ترس داره، طبیعیه. درست شد؟ پس بزرگان، آقا سفیر باشه، وزیر باشه، نماینده مجلس باشه، ایکس باشه، ایگرگ باشه، زد باشه، زغ زده میشه. حالا جالبه، مثلا ما یه دانشجو میاریم با رزومه 2 کیلو پرتقال فروخته. این چه ساختاری؟ امروز یکی توی بکست جهانی داشت سستا میگرد چی میگی؟ مادر این بچه کجاست اینو گذاشته رفته ما با جمعش کنیم؟ و بزرگ میاد لذت میبره، خوشش میاد. ببین طرف با اون همه رزومش میگفتش که افتخار میکنیم که با شما همکاری داشته باشیم. درسته. ما اینو داریم. آقا ما با این مستندات، با این استراتژی ها، با این آینده نگری ها، با این رزومه ها، با این آدم ها، با این آدم هایی که میبینید میشیم. یقینا هم میشیم انشاءالله. آره هیچ اتفاق بعدی هم قرار نیست وسطش بیفته. میشیم. پس از ما نپرسید چرا، کی گفته، از کجا معلوم. 3 تا اصل آوردم، 4 تا استدلال روش خوابوندم. همه استدلالامو چک کنید، واکنش بزرگان رو چک کنید، واکنش آدمای کوچولو رو هم چک کنید. اینا رو که چک کنید همه چیز دستتون میاد. تحویل ما بزرگ میشیم، ما بزرگ میشیم. چرا میگم تحویل؟ امروز یه خاطره میگم، برو تو سوالات، به سوالات میرسیم. داشتم میومدم بیام قم، که مشاورا که خدا حفظش نکنه منو گرفت مهندس بیایم بریم با یک صحبت کنیم. نشسته بالا این چند میلیارد پول داره، آدم گنده یه من پسش بر نمیام. من اصلا جلسه نمیرم که، جلسات استاد تالیا میره، استاد تالیا فکس پر. استاد مهندس تو رو خدا بریم بالا مهندس. گفتم بیا بریم. رفتیم بالا، یک عدد جوانک جویانه. 4 استدلال اقتصادی بلد و 4 تا اصطلاح بلد نشست جلوی ما. نشست جلوی ما، ما یه مجموعه سرمایه گذاری هستیم. میخواد سر به سر من بذاره. آقا شروع کرد حرف زدن. بزرگترین عددی هم که آورد 3 میلیارد بود. بزرگترین عددی که تو حرفش آورد 3 میلیارد. یه جای وسطش که دوتا بهش حرف صفر زدم کردش 45 میلیارد. کاری ندارم. آقا اینجوری بهتون بگم. این نشست که من به شما پول میدم، از کجا معلوم؟ تضمینتون چیه؟ آخر جلسه برید اون مشاور رو بیارید. آخر جلسه گفتش که مهندس ما یه چند تا طرح داریم، پول لازم داریم، میتونید به ما کمک مالی بکنید؟ قسم میخورم 10 دقیقه باش صحبت کردم. آقا برید فیلم دوربین داره اتاقا دیگه، برید فیلمشو بردارید بیارید، انشالله که صدام داره، بذارید رو سایت بخندیم دوره هم. اولش نشست
من اگه 3 میلیارد به شما پول بدم تضمینتون چیه؟ منم آدم خیلی مهربونی نیستم، اینجوری نشستم گفتش که تضمینتون چی بودم واسه چی؟ گفت 3 میلیارد. گفتم 3 میلیارد که دیگه تضمین نمیخواد. 3 تومن مگه تضمین میخواد؟ چی شو تضمین بدم؟ قسم میخورم تحویل 10 دقیقه اینجوری شد. ما یه پروژه داریم میخوایم تو 10 تومن پول لازم داریم، میدید؟ گفتم تر توجیه تو مینویسی، استدلالات رو مینویسی، ضمانت نامه هات هم میذاری رو میز، معتبر بودی بهت میدم. واقعا بهش میدم، واقعا اگه معتبر باشه بهش میده. ولی مشکل اینه کجا بود؟ اون مشاوره. چرا اینا جدی گرفتی؟ چرا فکر کردی؟ به قول استاد دوغزاباد هم شده شهری. اینا کجا تو بردی؟ برو سوال سوالتت. چشم. خیلی لطف کردین شما به 3021-19 پیامک زدین. پیام های شما رو میخوام بخونم. سلام، طیبی هستم از خراسان جنوبی، تازه با شما آشنا شدم. آیا در مورد این که چطور با آراد آغاز کنم سوال یعنی سوال کردن و پاسخ میخوام. چطور با آراد آغاز کنم؟ آرادی که کلن گفتن من چطور با آراد میشه شروع کرد و شروع کنم و صحبت میره رو سایت فرم پر میکنه، مشاور تجاری ها باش ارتباط میگیرن، بعد احتمالاً یه جلسه دعوت میشه مرکز تجارت جهانی، استاد تالیا جواب میده بقیش. سواله بین المللی و اینا به نظرم تونی نخونی. خب بعضی از سوال رو دست شماست. اولین پیام چیز بود گفتم زحمت کشم فرستادن. درود، شب بخیر خدمت شما. من در کشورهای دیگه رابطه دارم، ایران هم نمیان، چگونه میشه با این عزیزان در کشورهای دیگه جلسه برقرار کرد؟ یه نکته بگم، تو جلسه امشب هم رخ داد. بله. دلم میخواد از این به بعد این سوء تفاهم رو هر کی به وجود آورد به لحظه واکنش نشون بدی. امشب یکی برگشت که بچه خودمون دوستش هم دارم، برگشت گفتش که من تا زمانی که برای آراد مفید باشم تو آراد میمونم. آقا من یه شرط اینجا گذاشتم، تا روزی که آراد در تو مفیده باشید. شماها نمیخواد برام مفید باشید به شما ضرر برسه، تا روزی که آراد براتون مفیده باشید. آقا این بزرگوار میگه من یه سری روابط دارم خارج از کشور، ایرانم نمیخوام بیان. برای چی باید بیان؟ مگه ما با آدمهایی که ارتباط داریم همه رو میکشیم ایران؟ نه، اینترنت اختراع شده، ویدیو کال و ویدیو کنفرانس اختراع شده، گوگل میت و ایکس و ایگرگ و زد وجود داره، مذاکره باشون میکنه. کاربردش چیه؟ یک، ممکن است برای شما اونجا بازارسازی بکنه. استادش کی؟ استاد تالیا، آموزشش میده. دو، ممکن است به شما دیتا از اون کشور بدهن، شما برید باهاشون بشینید صحبت بکنید. سه، ممکن است به درد بخورن، یه سری راهها رو براتون ایجاد بکنن، یه سری محصولات از اون کشور براتون بفرستن. 4-5-6، ولی هیچ کدوم شرطش حضور نبود. به صورت آنلاین همه چیزو چک بکنید. اینکه ما میگیم بیان ایران، اگر دقت کنید من مشتریامو دعوت میکنم یا سفرا رو، اون حرف اولمه، چون ببینن راحت تره. ما یه عزیزی رو دیدیمش، خیلی آدم بزرگوار، دوست داشتنی، با سابقه، رزومه دار، ایکس ایگرگ زد، اومد نشست، لحظه بلی که نشست گفتش که فکر نمیکردم اون 5 دقیقه که تو زدی اینقدر بزرگ بوده باشه. چون رفتم پیشش نشستم، گفت چی میخوای؟ گفتم هیچی. گفت چیکار کنم؟ یه بار بیا ما رو ببین بعدن صحبت کنیم. جلسه 5-6 دقیقه بود، یه چای خوردیم بلند شدیم، در این حد بود. ادامه بده. یه پیام اینجا گذاشته بودم. آیا امکان داره در آینده نماد آراد برندینگ روی تابلو بورس ببینیم؟ طبق سیاست‌های ذهنی ما قطعاً خیر. دلیلش هم میگیم. ببین، ما با سیستم‌های کار موافقی. سیستم ذهنی ما همیشه کار بوده، نه سرمایه گذاری. این یک. دو، آراد تحت هیچ شرایطی از هیچ کسی پول نمیگیره. ما دو تا استقلالمونو خدا هیچ وقت ازمون نگیره، ما نمیدیمش. یک استقلال فکری، دو استقلال مالی. هر روزی که قرار باشه استقلال مالی و فکریمو به کسی بدم، حالا استقلال فکری مال من نیستا بگم یه بزرگی هستم، ولی هر روزی که قرار باشه تحویل بدیم، آراد رو، تحویل دار رو، همه رو با هم تحویل میدیم، نمیخوایمش دیگه. برای همین ما رو توی تابلو نمیبینید، خیالتون راحت. هیچ وقت ما تو تابلو عرضه سهام و
نمیدونم صفحه خرید و فروش. امروز آخه یکی اومد پیشم گفتش که ما میتونیم سهامیامش کنیم، صفحه خرید و صفحه فروش رو. گفتم ببین فکر میکنی خیلی جملات جذاب داری میگی؟ گفتش آره. گفتم داری گن میزنی؟ گفتی که بچه‌هاتون گفت شما تو بازار سرمایه هستی. گفتم اشتباه بهت گفته، داری گن میزنی، من بازار سرمایه خوشم نمیاد. طبیعیش که از شبکه تهران یه چیز دیگه گفتش اصلا. اینم در مورد این موضوع. خیلی عالی. سلام خدمت شما مهندس شعبانی. مشتری صادراتی رو بخوایم به آراد معرفی کنیم چه باید بکنیم؟ بعد نتیجه رو چطور باخبر بشیم؟ مشتری صادراتی رو اگر میخواید میرید فرم مدیر گروهی پر میکنید، مدیر گروه میگیره، خواستش احساس کرد خوبه، جواب میده. نخواستیم نکنید روی ما هیچی نندازید. از کجا جوابش رو ما خودمون بتون اطلاع میدیم. گوشه ما رو سوراخ نکنید، این چی شد، این چی شد، این چی شد، این چی شد. آقا یکی از دوستان از همه گوشه بچه ما رو سوراخ کرده دیگه، جواد قاسمی هم اومد. بهش گفتم جواد جان فقط بهش میگی جلسه حضوری، هر کیو میخوای بیاری، ما تلفن دیگه صحبت نمیکنیم، حضوری بیار. ساعت چی؟ گفتم هر وقت دلش خواست بیاره. گفت مهندس خب چی؟ گفتم بابا هر کیو بیاره، یکی از بچه‌ها رو میذارم میره جلسه، کاری نداره دیگه. من همه بچه‌هام دوستشون دارم و گاهی وقتا اعتماد نفسشون پایینه، ولی همه بچه‌هام از همه آدم‌های بیرون قوی‌تره. بزرگ رسانه کیه؟ مهران مدیریه کیه؟ نمیدونم. من هر کی بیاد به قول میدم تحویل دار. همونطوری که دوستی که الان تیم خودمون اومد با شما فقط صحبت کرد اولش، هر کسی امروز از این در بیاد تو عالم رسانه باشه شما رو میبینه، من نمیبینمش. از اونم بزرگتری، خیالت راحت، خیالت راحت راحت. حالا اون 2-3 میلیون فالوور داره، تو اعتماد به نفس تو کشیده پایین، ولش کن، زعمل کار برایت به فالوور نیست. عزیز دل شما هست. خدا قوت به جناب مهندس شعبانی و عوامل برنامه و خواهش میکنم زنده باشی. به منم گفتن. ببخشید من یه سوال جالب دارم. مهندس شعبانی چطور با این سن و سال این ایده به نظرتون رسیده و همچین مجموعه ای رو طرح و برنامه‌ریزی رو راه اندازی کردین؟ خب این از این قسمت ذاتش غلط بود. خب من میدونم، من جواب خودش میدونه ذات سوال غلطه. خب نه شاید میریم جلوتر توضیح بدیم. باید بهشون توضیح بدیم. طراحی همچین طرح و ایده خیلی سخت و برنامه‌ریزی شده هست. قطعاً از دو نیم کره مغزشون استفاده کردن. احسن جسارت چی؟ آها نوشتن جسارت هم مهندس شما خارج از ایران تدریس کردین و دوره دیدین؟ استاد تالیا دوستت دارم، این شوخی اصلا با شما نیست. عرضم به حضورتون که در مورد تیکه اول سوال قربون شکل ماهتون بشم، گاهی وقتا ما یه پخش زندهایی داریم، یه میگیم ریاست محترم مجموعه آراد برندینگ. همه استراتژی هم مالیشونه. بنده تا امروز تو آراد هیچ استراتژی ندادم، فقط اجرا کردم استراتژی رو. شما من میگید مهندس شعبانی، دوستان به من میگن علی، علی برو این کارو بکن، منم اون کارو میکنم در همین حد. یعنی من یک آدم اجرایی ام، تو دوربین نگاه میکنم و واضح میگم یه آدم اجرایی ام، با این سن و سال یه اجرایی خیلی خوبه، واقعا با این سن و سال یه اجرایی خیلی خوبه، ولی استراتژی اصلا کار من نیستش. اگر خواستیم بدون استراتژی آراد رو چی میده، حتما این جلسات ویژه که مثلا ماهی یه بار، دو ماهی یه باره، حتما ببینید. دو، یه بار ببینید میفهمید منشأ استراتژی باز کجاست. که خب من چون نه بلدم نه هیته کارمه، استاد بعیدم دقیقا تو همین زاویه این دوربینه نشسته، اصلا ورود بهش نمی کنم. یه تیکه کلامی من از قدیم داشتم، میگفت کسی که کاری رو بلده انجام میده، وقتی بلدی سونو به دیگران آموزش میده. این رو قبول نداشتم تا زمانی که استاد دانشگاه شدم. من تا حالا تو زندگیم تدریس نکردم، نمی کنم، نخواهم کرد. در آموزش بسیار ضعیفم. شاید که مهمترین دلایلی که من تو آموزش ضعیف شدم حضور استاد تالیا بود که خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، یعنی خدا واقعا خیرش بده، همه دغدغه های ما رو برده. حالا یه شب اینجا نشست برای ما نوشابه باز کرد، به ما حال داد، گفتش من خط شکنم و میزنم و میبرم، شوخی کرد یه ذره با شما. ولی واقعا نیاکن، من میرم مرکز تجارت. بله. امروز من مرکز تجارت جهانی بودم دیگه، اتاقم رو بردم بالای بالا، مثلا هیچکی نمیاد اون بالا. سه تا جلسه رفتم، جالب اینجا بود، سه تا جلسه امروز رفتم. یه جلسه رفتم با یه کسی که برامون یه سری روابط خوب میسازه، یه جلسه رفتم با یکی که یه کار خیلی بزرگی باش میکنیم تو روزهای آینده ببینید، یه جلسه رفتم با دو تا از یه جایی که یه سری مشکلاتی که قبل برامون پیش بیاد رو جلوشو بگیرم. خب
چرا من با خیال راحت نشستم جلسه رفتم؟ چون میدونستم استاد تالیا پایینه و خیلی خوب داره پایینو جمع میکنه. من تا حالا هیچ جا تدریس نکردم، هرچی دارم تو آراده. یه روز یکی بهم یه تیکه انداخ، گفت بیرون آراد هیچی نیستی. یه بزرگی بغلش بود گفتش که این درست‌ترین جمله این بشر بود، چون من واقعا بیرون آراد هیچی نبودم. من 18-19 سالم بود اومدم تو آراد، هنوزم تو آرادم، هیچ جا به جز آراد نرفتم. یه روز یه جلسه، آخرین خاطره رو بگم، یه روز یه جلسه بود، نشسته بودیم دوره هم، همه میگفتن ما از وقتی آراد اومدیم این پیشرفتا رو کردیم. مثلا شاید خودت تو بیای بگی من از وقتی تو آراد اومدم اینجوری شدم، این خوبیا رو، یکی هر کسی یه چیزی بگه. من یه جمله دارم میگم، من قبل از آراد که هیچی نداشتم، هر چی دارم مال آراده. یعنی من برخلاف همه شما که تو آراد ارتقا پیدا کردید، من تو آراد اصلا متولد شدم، چون قبلش هیچ سابقه کاری ندارم، هیچ رزومه‌ای ندارم، بیرون این درم هیچ رزومه‌ای ندارم، همه رزومه‌ام مال اینجاست. و به قول مهندس خوبانی که خودو دوستمون داشته اون حال داده، ایشون شده مدیر عامل، منم شدم رئیس هیئت مدیره. تکونم که نمیخوریم، مهندس خوبانی میگه من تکون نمیخورم، منم تکون نمیخورم دیگه از این به بعد. خدا حفظت و جامون سفت. خدا حفظت، سلامت بشه. خیلی متشکرم از شما. یه عالمه سوال بود و یه عالمه پرسش، و خب ببخشید دیگه تایم ما محدوده و زمان هم به سر رسید. خیلی متشکرم از شما مجدد از اینکه لطف کردین با تمام دغدغه و گرفتاریاتون و با همه مشغله هایی که داشتین تشریف آوردین. احترام آرادی ها و بیننده های عزیزمون، از شما خدافظی میکنم. ضمن خدافظی با شما، ما یه قراری داریم هر شب با صاحب عصر و زمانمون، میگم که از طلوع رنگ رنگ انتظار تا غروب لحظه های ماندگار، من نشستم پشت دیوار دلم تا بیاید صاحب این روزگار. یا علی مدد.